اتفاقات غیر قابل توضیح که در سراسر جهان به وقوع می پیوندد و هر روز بیشتر می شود. سلام دوستان، صحنه های جالب و غیر قابل توضیح را برایتان جمع آوری کرده ایم، پس با ما همراه باشید و از بهترین ها آگاه شوید. غروب آفتاب در مریخ. غروب آفتاب در سیاره سرخ آبی رنگ است و یکی از زیباترین پدیده های روی زمین می باشد. اما خوب سیاره های دیگه مثل مریخ خیلی متفاوت است، ولی اگر بهش فکر کنید خیلی هم غیر منطقی نیست. مریخ از خورشید دورتر و غبار و ذرات کوچک داخل هوا رنگ آسمان را عوض میکنن. همچنین اتمسفر مریخ در حدود 1% اتمسفر زمین است و این هم روی رنگ آسمان تأثیر میگذارد. به همین دلیل که آسمان مریخ در طول روز متمایل به قرمز است و در زمان غروب آفتاب آبی رنگ میشود. سابر لیزر. دنیای جنگ ستارگان چیزهای دیدنی دارد و یکی از آنها سابرهای لیزری بودن است، و از آنجا که خیلی جالب است باید یک نفر آن را تبدیل به واقعیت کند. مهندسی به اسم جیمز نابسون و تیمش یک سابر لیزری خیلی جالب ساختند که فقط نور نمیدهد بلکه یک سلاح واقعی می باشد. این شمشیر به یک مخزن اکسیژن وصل می شود که با فشار دادن دسته شمشیر آزاد می شود. دمای گازی که خارج می شود 4000 درجه فارنهایت است. گفتنی است که این شمشیر می تواند تقریبا هر چیزی را ببرد بجز حلقه ارباب حلقه ها. ابرهای ترسناک. اگر زمانی که خارج از خانه هستید و یک بار موجهای عجیب و غریب و ترسناک بالای سرتان دیدید نترسید. اینها ابرهای اندلاتوس اسپراتوس هستند. اگر خیلی با آن خیره شوید سرتان گیج می رود، اما وقتی اسپراتوس را دیدید فکر نکنید دنیا به پایان رسیده. شاید طوفان یا رعد و برق هم در راه نیست، فقط ظاهرشان اینطوری می باشد. به هر حال بهتر است با گوشی خود چند عکس بگیرید. احتمالاً عکس ها خیلی لایک می گیرند چون این پدیده برای خیلی ها دیدنی می باشد. سائقه. از هر کسی بپرسید رعد و برق از کجا تولید می شود جوابش این است که از بالا می آید. بارهای الکتریکی در داخل ابرها به وجود می آید و بعد به زمین برخورد می کند، اما همیشه این روند پیش نمی رود. گاهی اوقات طبیعت این کار را انجام می دهد. جهت رعد و برق بستگی به جهت میدان الکتریکی دارد. معمولا بار منفی در ابرها به وجود می آید و بار مثبت روی زمین به وجود می آید. از نظر فیزیکی قابل توجیه است، اما حدوداً یک بار در هر 20 بار ابرها بار مثبت پیدا می کنند. بعد همه چیز برعکس می شود و سایقه از زمین با آسمان برخورد می کند. سقوط پارکینگ. پارکینگ طبقه اول در اثر وزن بیش از حد و یا هم از بی‌کفایتی سقوط کرد و تمام ماشین‌ها در زیرزمین نشست کرد. البته خوب مهندس بودم، مثل که از دانشگاه طب فارغ شده باشد. کابینه دولت یک کشور نیست چنین است. پزشک وزیر دفاع است و نظامی هم وزیر تحصیلات. در نهایت انجینیر یا مهندس هم پزشک فارغ می‌شود و هم نظامی و هم مهندس. کشتی ارواح. شما حتما در مورد کشتی ارواح شنیده اید، اما در زندگی واقعی شاید ندیده باشید. قلعه های این کشتی ضبط دوربین شده است که به نظر می رسد برج های قلعه به وضوح قابل مشاهده است، اما در واقع وجود ندارد و ابرها این شکل را به خود گرفته است. طوفان عجیب. راننده بعد از دیدن صحنه تصمیم میگیرد که دور شود، اما شما میبینید که همه جا با ابر زخیم پوشانده شده است. به نظر می رسد پنهانی فیلم گرفته است و طوفان نزدیکتر می شود. ابرهای طوفانی همه جا را فرا گرفته است و به نظر می رسد که طوفانی شدیدی در راست، ولی بعد از چند دقیقه فضا را خالی می کند. الیاس فایبرگلاس. آنچه در این قاب می بینید موهای طلایی یا کاه نیست، بلکه اینها الیاس فایبرگلاس آتش فشانی است که ساحل هوایی را پوشانده است و با آن الهه آتش گدازها گفته می شود. آتش در آبشار. در ویدیوی قبلی هم دیده بودید که آتش در آبشار می رقصد.
این هم ویدیوی دیگری که شعله آتش در عقب آبشار و در بین غاری در حال رقصیدن است. شاید سوال کنید کی آنجا آتش روشن کرده و چرا خاموش نمی شود؟ ولی باید گفت که هیچ کس آتش نمانده، بلکه گاز از زیر زمین بیرون می آید و قدرتش به اندازه است که آب نمی تواند آن را خاموش کند. مارها، این همه مار را امیدوارم در زندگی واقعیتان نبینید. این همه مار در استانی منتوبا در کانادا وجود دارد. در فصل جفتگیری در حدود 75 هزار مار باقی در کنار هم جمع می شوند و در هم می پیچند که مثل توپ به نظر می رسد و زمین را کاملا مار می گیرد. اسکلت اژدها، کسی این ویدیو را در فیسبوکش بارگذاری کرده است. اسکلتی را نشان می دهد که بسیار شبیه به اژدهای افسانه‌ای است. گویا این تصویر در چین فیلم برداری شده است. این ویدیو همگیر شده اما هنوز کسی نتوانسته توضیحی برای آن ارائه کند. رقص پرنده ها، این فیلم توسط گردشگران در پارک ملی کانادا گرفته شده است. در این ویدیو دو حالتی پرنده ها را نشان می دهد. در اول به نظر می رسد خشکشان زده و بعد همزمان حرکت می کند و می رقصد. گربه معلق، وقتی پرنده روی زمین یخ استاد شود روی یک پایشان می استد، اما این گربه به نظر می رسد در هوا معلق است. هیچ قابل تشخیص نیست اما گربه روی چیزی شفاف قرار دارد. ملخ، از ملخ می ترسم، اما اگر از ماداگاسکار دیدن کردید، این ملخ در همه جا پر است و مردم این گونه با آنها رفتار می کنند. Just a few of them. Here they come. Here it comes. Close your mouth. اما ملخ‌ها در چین بسیار ترسناک‌ترند. این ملخ‌ها در سال‌های اخیر ویرانگری‌های زیادی به بار آورده و جمعیت آنها رو به افزایش است. دانشمندان هنوز نمی‌دانند که دلیل افزایش این ملخ‌ها چیست. کسانی که از این ملخ‌ها سود برده عرب هاست که در عربستان با خوشحالی در خریطه پلاستیک جمع می‌کنند تا کباب خوشمزه تهیه نمایند. Just a few of them. Here they come. Here it comes. Close your mouth. دوستان خوبم، لایک ویدیو را فراموش نکنید. تا دیداری بعد به سلامت باشید.